بسم الله الرحمن الرحيم. مرمای مشتری استاد ما میفرمودن. من سیره خود استاد مرمای آیت‌الله جامع مشتاوی تهرانی علی الله مقامه، ایشون شبای قدر ساعت 1 احیاشون تموم بود. مدام مردم برن استراحت چه مدت. مرحوم آقای مشتری احیا که میگرفتن ساعت 1 تموم بود. برید آقا فردا شما درس دارید. بارها مرحوم آقای مشتری اینو مثل ما طلبه ها میفرمودن. میفرمودن دو تا طلبه داشتن با هم دیگه حرف میزدن، شیخ انصاری نشسته بود، صدای اینا به گوش شیخ رسید. داشتن در مورد یه طلبه ای صحبت میکردن. قبطه میخوردن، گفتن خوش به حال فلانی، هر شب چهارشنبه موفق میره مسجد سهله، تا سحر مسجد سهله است. کاش که ما میتونستیم مثل او بریم مسجد سهله شبهای چهارشنبه، از غروب تا صبح اونجا باشیم عبادت کنیم. میگن امام زمان شب چهارشنبه در مسجد سهله از در سلام علیه حضور دارن. خب این به گوش شیخ خورد و شیخ انصاری اعلی الله مقامه خاتم الفقه های ولی مجتهدینه رو کرد این دوتا طلبه، فرمود که شما چرا غیبت برادر مؤمنتون رو میکنی؟ گفتن استاد ما بدیشو که نمیگی، غیبت ذکر رو که اخاک به ما یکره، یه چیزی بگی پشتش که ناراحت بشه بدش بیاد، یه صفت زشتی باشه، این که خوبه که داریم غبطه میخوریم میگیم خوش به حال فلانی. فرمود شما دارید غیبت میکنید. گفتن آقا چرا؟ فرمودن که برید بگید بیاد تا بهتون بگم چرا و جلو خودش بگم که غیبتش نشه. فرمود رفتن مسجد سهله ایشون حرامه. حضرت چرا؟ فرمود شما شهریه امام زمان رو میگیری درس بخونی، شما شب چهارشنبه تا صبح مسجد سهله هستی، صبح سر درس نمیتونی بیای. کی به شما گفت بری مسجد سهله؟ اگر این همه کار زمین مونده تو نظام ما باقیه که این همه رهبری میگن کار کار فعالیت تولید نمیدونم چی، اینو کی باید برداره؟ این عبادت نیست؟ البته امیدوارم که ما خلط مبحث و موضوع نکنیم و بنا به مطامع شخصیمون مصادره مفهوم نداشته باشیم. بله. یعنی اینکه هر چی سر جا خودش، هر چی سر جا خودش. حالا مثلا بعضی هم این گله گذاری میکنن به ساعت نماز تو وقت اداری که آقا مثلا چرا ساعت، ولی اگر از اون ور هر چقدر این ساعت نهار ری بکنه هیچ کی به اون اعتراضی نمیکنه. یا بعضی دیگه میگن که آقا حالا ما مثلا نمازمون وسط روز تو ادارمون یه روب بمون بشه نیم ساعت، مگه چه اتفاقی میفته؟ اون 7 ساعت و خورده یه دیگه مگه چقدر کار انجام میشه که تو این یه روبیست؟ خب اون اشکال داره، معناش این نیست که ما بخوایم اینجور توجیه کنیم. اگر ما واقعا فقط بریم سراغ نمازم و حتی همون وقت نهار، یعنی وقت نماز و نهار، دو تا 5 دقیقه، نه دو تا 7 دقیقه، میشه 14 دقیقه نماز ظهر عصر من، یه روبم نهارم میشه نیم ساعت. چرا یه ساعت و نیم؟ ببینید آقای یراق بافان، ما که تعارف نداریم. پیغمبر اکرم هیچ وقت برای ختم قرآن، برای تلاوت قرآن کارهای دیگر رو تعطیل نمی‌کرد. ما ماه رمضان یه ساعت کاریمون دیر شروع میشه. تو هر اداره و سازمانی هم شما میری میبینی همه رفتن تو نمازخونه، تازه بعد یه ساعت که اومدن. یه ساعت هم پایین ختم قرآن دارن تو ساعت اداری. این عبادته؟ این همونیست که اگه شیخ انصاری بود میگفت فعل حرامه، اصلا عبادت نیست. شما اصلا چنین چیزی ندارین تو سیره پیغمبر. البته از اون مباحثی که چالش برانگیزه ها، تنش داره. ساعت 9 میاد سر کار تا سر یه ربع به 10 داره ختم قرآن، یه ربع به 10 میاد سر کار از اون ور یه ربع به 12 دوباره هیچ کی سر کارش نیست. حالا ما الان موضوعات مرتبط با هویت و ماموریت خودمون داریم میگیم. بله. وقتی این موضوع مردوده، شما دیگه مثلا یه ساعت و نیم صبح صبحونه خوردن تو وقت اداری تو اداره رو دیگه به طریق اولا محدوده. بعد ببینید نظر مردم رو نسبت به عبادت بدبین میکنه. طرف از شهرستان اومده، پیرمرد پیرزن تو این اداره نشسته تا آقا از ختم قرآن بیاد کار اینو را بندازه. بعد نظر مردم نسبت به عبادت خدا بر میگرده.
یعنی در واقع ما نه تنها به عبودیت نرسیدیم، این ظاهرش رو هم خراب کردیم. یعنی ظاهر عبادت هم اینجا دچار مشکل شده. حالا اینو جواب بدین، چون همین الان اومده نشسته روی سامانه پیامکی ما. من سعی میکنم موقعی که بحث‌های انتقادی میشه هر چی سوال تو ذهن خودم یا احتمال میدم شما باشه بپرسم. حالا یک مقدمه‌ای داره فرمایششون، نگفتن مطرح کنید اما من مطرح میکنم که اون صرف نظر میکنم. بعد گفتن که رضایت مخلوق رو دارید بر رضایت خالق مقدم میدارید. جواب بدین لطفا. جواب بدین. خداوند تبارک تعالی خودش فرمود، مخلوقات من خانواده منن. احبکم الی انفعکم لعیالی، محبوب ترین شما با عبادت من نمیخوای محبوب خدا بشی، محبوب خالق بشی. خود خدا فرموده احبکم الی انفعکم لعیالی، محبوب ترین شما نزد من، سودمندترین شما نسبت به خانواده من خداست که بندگان من هستن. آخه صحبت سر اینه که ما میگیم رضایت خالق، مگه اونجا که شما کار مردم را میندازی رضایت خالق نیست؟ خدا گفته اون عبادته، یعنی رضایت من تو اونه. شما با قربتن الله باید کار مردم و ارباب رجوع را بندازی. آقای ریاضت عزیز، بیننده های محترم، هر چی سر جای خودش. یعنی ما از کار مردم را انداختن کم نذاریم به بهانه عبادت کردن، از عبادت خدا هم نزنیم به بهانه که کار مردم را بندازیم. هر چی سر جای خودش، دین یعنی هر چی سر جای خودش نکنیم. همه حرف اینه. ما گفتیم تو یه نوع عبادت افراط نکنیم، اگر تو اون نوع افراط بشه خب از یه جای دیگه تفریط میشه دیگه. هر افراطی تفریطی داره. امیرالمومنین فرمود هر جا شما تون بری یه جا باید کون بری. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.